آقا سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستم. متشکرم آقای مددی. من دیدم بخشی از صحبت ها و مصاحباتون که جای مختلف پخش شده بود. حالا سوالم اینه که شما اگه راضی نبودید از شرایط کادر فنیتون، با توجه به اینکه خب علی دایی با اون در واقع سبقه ای که داره و با اون نامش سرمربی سایپا بود، نمیتونستید مثلا این چند هفته رو تا پایان رقابت لیگ برتر صبر بکنید و بعدش اعلام بکنید قطع همکاریتون رو با آقای دایی؟ چی شد که به این جمع‌بندی رسیدید بعد از بازی ذوب‌آهن و بعد از این صحبتی که ایشون در کنفرانس خبری داشتن با آقای دایی قطع همکاری بکنید؟ بله، خدمتتون عرض کنم که جناب آقای دایی برای همه ما قابل احترام هستند. ما به واقع این که میگم ما، یعنی هیئت مدیره باشگاه، واقعا قصد تغییر و قصد این که ایشون رو در این مرحله از زمان تغییر بدن نداشتن. منتها ایشون در یکی دو ماه گذشته، یعنی تحقیقا از اسفند ماه، اواخر اسفند ماه تا همین اواخر، سخنانی رو بر زبون آوردن که در هیچ چارچوب فوتبالی نمی گنجید. شما، من دوست دارم یک نگاهی به آرشیوتون بکنید، سخنانی که ایشون در انتهای سال 97 داشتن در خصوص نیروهای مازادی که در کارخانه سایپا وجود دارند و یا نیروهای مازادی که در باشگاه سایپا، در باشگاه رو من یادمه، گفتن از تعداد ورزشکارا بیشتره. البته من برای اونم توضیح دارم، اما در خصوص کارخونه سایپا هم ایشون اشاره داشتن که کارخونه خودروسازی سایپا 5000 نفر نیروی مازاد داره. و بعد از این مصاحبه بود که هیئت مدیره باشگاه به این جمع‌بندی رسید که ضمن تشکر از زحمات ایشون با ایشون خاتمه قرارداد رو اعلام بکنه، ضمن اینکه خود جناب عالی هم میدونید تغییر هر سرمربی حق طبیعی هیئت مدیره و مدیر عامل. اون که قطعاً همینطوره، قطعاً همینطوره، ولی می‌خواستم ببینم فقط دلیلش، یعنی مصاحبه های آقای دایی بوده، فنی نبوده؟ از نظر فنی ما به واقع مشکلی با ایشون نداشتیم. البته ایشون در فصل جاری دستاورد روشنی برای باشگاه نتایجش به همراه نداشت. ما در کمرکش جدول هستیم. یک اتفاق خیلی خوب که میتونست بیفته فینال جام حذفی بود که متاسفانه با یک نتیجه عجیب در برابر یک تیم دست دومی اون نتیجه رو ما واگذار کردیم و منجر به این شد که الان به جای ما در فینال باید یک تیم دست دومی در برابر پرسپولیس یا سپاهان سفارایی بکنه، که این واقعا جز نتایج عجیبی بود که رقم خورد و ما اون رو واقعا جز اتفاقات فوتبالی به حساب آوردیم. درست. آقای مددی، خب آقای دایی هم، من برم سر جام بشینم، آقای دایی هم صحبت میکردن، میگفتن از نیم فصل مثل اینکه سری خواسته ها داشتن، اینکه بازیکن جذب بشه، پرداختی های بازیکن ها درست انجام بشه. میگفتن حتی برای رستوران و ناهار و حتی رفت و آمد و اینها هم بچه های تیمتون مشکل داشتن و کسی نیست که سر بزنه. گفتن فقط یه بار مثلا مدیر عامل جدید و معاون جدید اومده بودن با بچه ها صحبت کردن قبل بازی استقلال و تیمو تنها گذاشته بودن هیئت مدیره و مدیر عامل. به هیچ عنوان این جملات صحیح نیست. من این جملات رو تکذیب میکنم. در خصوص خواسته های ایشون، ببینید، من فقط چند تا عدد رو راجع به قرارداد بازیکنان و پرداختی که تا به این لحظه خدمت بازیکنان و کادر فنی و جناب آقای دایی داشتیم رو خدمتتون عرض میکنم، قضاوت با شما و همه مردم ایران. قرارداد جناب آقای دایی در دو فصل 96 97 و 97 98 3.050 میلیون تومان بوده. بر دو فصل 3.050 میلیارد. بله، فصل 96 97 که 1.300 میلیون تومان بوده به طور کامل به ایشون پرداخت شده و فصل جاری که 3 بازی ازش باقی مونده 1.500 میلیون تومان، که 900 میلیون تومان از این مبلغ رو ایشون دریافت کرده. یک مبلغی به عنوان آپشن که اون مقامی که آوردن و حضور در جام باشگاه آسیا 250 میلیون تومان هست که اون هم در حال برنامه‌ریزی پرداختش هست. همین اعداد رو
شما در کادر فنی و بازیکنان داشته باشید که ما به تمامی کادر فنی و بازیکنان تا به این لحظه، البته این لحظه که شما میگم همین لحظه شده 70%، ما امروز تا ظهر 10% دیگه به بازیکنان و کادر فنی پرداخت کردیم. آ یعنی بازیکنان رو به 70% پرداختی رسوندید امروز؟ و کادر فنی البته غیر از جناب آقای دایی که چون ما فعلا با ایشون به اصطلاح ترک همکاری کردیم کار و ترک همکاری کردیم، به غیر از شخص جناب آقای دایی با دیگر اعضای کادر فنی و سایر بازیکنان 10% هم امروز پرداخت کردیم و جمع پرداختی ها به 70% قرارداد این عزیزان رسیده. خب پس آقای مهدی فکر میکنید، داره ضمن این که من بازم میگم ما برای آقای دایی دوستانشون، حالا کسی که میخواد از طرفشون صحبت بکنن، این حقو قائل هستیم بیان اگه پاسخی به آقای مددی دارن بدن. میخوام ببینم پس این شکافه چجوری ایجاد شد بین آقای دایی و هیئت مدیره و مدیر عامل، که این مشخصه که فاصله خیلی زیاده، جوری که آقای دایی میگه من مثلا خسته شدم، حتی یه جوری که انگار چمای هستش این شکاف ایجاد شده. جناب آقای میساوی، واقع قضیه ما هم نمیدونیم چرا این شکاف ایجاد شده. ما هر آنچه که در طبق خدمت و ارائه خدمات به تیم فوتبال بزرگسالان به عنوان یک باشگاه، شما میدونید باشگاه سایپا فقط یه تیم فوتبال نداره، ما در عرصه شطرنج قهرمان ایران هستیم، در عرصه واترپولو قهرمان ایران هستیم، در والیبال دوم ایران شدیم، در تیم‌های کارگری در ورزش کارگری سرآمد هستیم، اما تمام ارکان باشگاه از مدیر عامل، هیئت مدیره و تمام پرسنل باشگاه از نیروهای خدماتی و پرسنل همه در خدمت تیم فوتبال بزرگسالان بودن. به واقع ما هم نمیدونیم ایشون این اطلاعات رو از کجا آوردن و بر چه اساسی فرمودن که باشگاه دوست نداره با من همکاری کنه. من همین الان خدمت شما عرض گفتم یه بار دیدیم مدیر عامل رو کلا میگفتن. آخه مدیر عامل محترم جناب آقای مدبر مگه چند وقت باشگاه تشریف آوردن؟ ایشون اواخر اسفند ماه سال گذشته تشریف آوردن، خورد به ایام عید، ولی به محضی که تشریف آوردن زمین شماره دو که ما به دلیل اینکه زمین باشگاه ایراداتی داشت از نظر به اصطلاح پستی و بلندی، ما زمین شماره دو رو اجاره کردیم به خواسته جناب آقای دایی. جناب آقای مدبر تشریف بردن اونجا، حمایت کامل رو از ایشون کادر فنی و بازیکنان اعلام کردند و گفتن در کمال آرامش به تمرین و بازیکن بپردازید. نکته بعدی این بود که همین چند روز پیش از بازی با ذوب‌آهن، جناب آقای مدبر دعوت میکنه از کادر فنی و جناب آقای دایی که تشریف بیارن به دفتر ایشون. خب در اون جلسه فقط دوباره آقای دایی حضور پیدا میکنن و کادر فنی حضور پیدا نمیکنن. در اون جلسه آقای مدبر به جناب آقای دایی میفرمایند که جناب آقای دایی، غیر از مسائل مالی که بر ذمه ما و تعهد ما و در پرداختش هیچ شبهه و شکی وجود نداره، غیر از این چه خواسته ای دیگری دارید که ما در اختیار شما بگذاریم که شما بتوانید در این سه بازی آینده نتایج درخور و شایسته ای به دست بیاورید؟ ولی پول نخواد. آره انگار آقای دایی میگفتن که اینو گفتن ولی پول نخواد. به هیچ وجه. جناب آقای مدیر عامل، جناب مدبر در این جلسه به آقای دایی میگن که آ چه پیشنهادی دارین که اوضاع تیم بهتر بشه؟ غیر از مسائل مالی که برگردن ما. آها، نه اینکه پول مثلا نداری. می‌کنیم طبق برنامه مقرر و زمان بندی شده. شما اگر موردی دیگه است بفرمایید که این تیم روال قاطعتری در ادامه آن من یه جمعندی کوچیک بکنم. پس شما میگید ما تا 60-70% دادیم مثل بقیه باشگاه، میگید که این تعامل از طرف باشگاه وجود داشته، ولی خب اون سمتش آقای دایی میگه که آقا من برای بچه‌هام مثلا پول میخواستم، از نیم فصلم بهشون میگفتم، نمیدونم خیلیاشون مشکل مالی داشتن اونجوری که باید هیئت مدیره پشت من نبود. یعنی الان دو تا روایت مختلف و متضاد هست، ولی خب مشکل اصلی شما و مصاحبه ایشون بوده اینجوری که من فهمیدم، درسته؟ ببینید ایشون خارج از مستطیل صبر هر آنچه که دوست داشته، نثار کارخانه بزرگ سایپا، کارگران زحمت کشیده. آقای من شما کارگران رو میاد کارگر محترم و عزیز کارخونه رو
قرار میدید جلوی آقای دایی یایی به نظرم خیلی درست نیست، به خاطر اینکه من توی اون بیانیه سایت باشگاه سایپام دیدم یه ذره تعجب کردم. تو بیانیه فرمایید آقای مدینو بگم اینو کوچولو من بگم، تو بیانیه گفته شده بود که کارگرها هر روز میان دم در اتاق مدیر عامل میگن که آقا آقای دایی رو اخراج کنید. آخه یه ذره به نظر خودتون عجیب نیست؟ این دغدغه کارگر کارخونه بود که علی دایی رو اخراج کنن. ببینید بعد از اون مصاحبه‌ای که جناب آقای دایی در اسفند ماه اواخر اسفند ماه داشتند و اعلام کردند که کارخونه سایپا 5000 نیروی مازاد داره، تومارهای زیادی نوشته شد. از طرف کارخونه سایپا اعلام کردن کارگران میخوان بیان باشگاه سایپا و اعتراض خودشون رو به آقای دایی اعلام کنن. حقیقتا از طرف کارخونه و باشگاه اعلام شد که به هیچ وجه این اقدام درست نیست، آرامش تیم به هم میخوره. ولی واقع قضیه این هست که آقای دایی با اون صحبتشون دل هزاران کارگر ایرانی رو از خودشون رنجوندن و دل شکسته من کردن. من میگم بازم یادم نمیاد، حتی حالا آقای دایی اگه خواستن خودشون توضیح میدن، ولی من یادم نمیاد راجبه حتی گفتن که باشگاه ما، خود باشگاه ورزشی درست میگم آقای مددی، گفتن که بس. نیرو انقدر داره از ورزشکارا بیشتره. خب ایشون عقیدهش رو اعلام کرده که عقیده نادرستی هست. نه آخه الان شما دارید میگید کارخونه این دوتا بس نه کارخونه یه سرچ همین الان که دارید با من صحبت میکنید دوستان پشت صحنه بفرمایید که صحبتهای آقای دایی رو در اسفند ماه برای شما بیارن. در اونجا میگه کارخونه سایپا 5000 نیروی مازاد داره، باشگاه سایپا 80 نفر کارمند داره که با 5 نفر میتونن اونجا رو اداره بکنن. من سوالم اینه جناب آقای دایی، مگر میشه که 600 ورزشکار حرفه‌ای فعال در حوزه والیبال از بزرگسالان تا تیمای پایه، فوتبال از بزرگسالان تا پایه، واترپولو، شطرنج درست و سایر رشته ها رو آیا میشه با 5 نفر اداره کرد؟ ولی به نظرم حالا آقای مهدی کار شما که تمام شده به نظرم آقای دایی، ولی شاید میشد یه ذره بحث خیلی شخصی نکرد هم از سمت شما از اون سمت و یه ذره فوتبالی تر اگه همه چی جلو میرفت هم به نظرم شأن سرمربی تیمتون حفظ میشد. الان دیدم شما مصاحبه کرد گفتید ایشون غیبت داشتن تو تمرینات و نمیدونم نمی اومدن هر چند جلسه یه بار، اینا رو هم دیدم مصاحبه های مختلفی که داره انجام میشه، ولی به نظرم شاید میشد یه ذره مدیریت کردیم بحث رو تا آخر لیگ پیش رفت جوری که شأن سرمربی شما هم حفظ بشه تا آخر مصاحبه. جناب آقای میثاقی، ما احترام بسیار زیادی برای جناب آقای جایی قائل هستیم، همین الانش هم قائل هستیم. منتها من یه سوال از شما بکنم، 16 تا تیم لیگ برتری داریم، 16 تا سرمربی. بله. من سوال از شما میکنم در این 16 تا تیم لیگ برتر یکیشون رو نام ببرید که خارج از مستطیل سبز صحبت کنه. آیا از این 16 تا سرمربی یکیشون راجع به قیمت اتومبیلی که بحث بسیار فنی صحبت میکنه، یکیشون راجع به ارکان باشگاه صحبت میکنه؟ من سوالم از شما این هست که چرا آقای دایی فرافکنی کردن با باشگاه مشکل داشتن، مسائل رو در به اتاق مدیرعامل باز بود به روی ایشون، چرا مسائل رو رسانه‌ای کردن؟ ما توقع داشتیم از ایشون هر مشکلی هست تشریف بیارن، با ارکان باشگاه صحبت میکردن، به نتیجه گیری میرسیدن. درست. نه اینکه ما بعد از بازی دوباهن واقعا شوکه شدیم بعد از اون اظهارات، باورمون نمیشد که این اظهارات از زبان ایشون جاری و ساری بشه. یا بعد از اینکه ایشون رو برکنار، هیئت مدیره باشگاه برکنار میکنه، ایشون در جایگاهی که هیچ مقام و منصبی نداره کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه. اینم از اون جمله کارهایی بود که فقط فکر میکنم در ایران شبیهش رو بشه پیدا کرد. درسته. نه اونم آره اتفاقی بود که افتاد، اتفاق عجیبی بود. من میگم بازم این حق قائل بودیم که دوستان بیان صحبت بکنن، آقای دایی دوستانشون شما توضیحاتونو دارین، منم چیزایی که شنیده بودم از اطراف و سوالاتی که داشتم پرسیدم. حالا براتون هم آرزوی موفقیت میگم، شما با ابراهیم صادقی تا آخر فصل هستید دیگه، درسته؟ بله، ما مرد اخلاق فوتبال ایران نارنجی وفادار رو که واقعا زحمات زیادی کشیده برای باشگاه سایپا رو ابراهیم هم بیاد چند تا مصاحبه اونجوری کنه، باز میگید مرد اخلاق نارنجی وفادار. من بعید میدونم آقای صادقی اگر قرار بود که اینجوری بی اخلاقی کنه تا الان بعد خودش رو نشون میداد، اما سابقه باشگاه، سابقه جامعه رسانی همچین چیزی رو از ابراهیم صادقی ندیده و انشالله بعد از اینم نخواهد دید. ما فصل آینده هم در خدمت
جناب آقای صادقی هستیم. یعنی قطعا سرمربی فصل بعدتون ابراهیم صادقیه؟ بله، بنابر اعلام مدیریت باشگاه فصل بعد هم قطعا از وجود این عزیز از وجود ایشون استفاده میکنیم. منظورتون به عنوان سرمربیه دیگه؟ بله بله، به عنوان سرمربی. پس اون گمان زنی ها یکی دو تا اسم من دیدم مطرح شده بود و شما رد میکنید کاملا؟ همونطور که میفرمایید گمان زنی رسانه‌ای هست و این زرد. متشکرم آقای مددی، لطف کردید. از شما خداحافظی میکنم برای ابراهیم صادقی عزیز، فوتبالیست خیلی خیلی خوب، خوش اخلاق، هم آرزوی موفقیت میکنم. شب شما بخیر آقای مددی.